میگیم وقتی تلفن رو باز میکنیم زیاد وقت رو نگیرید، بگذارید تعداد بیشتری بیان و اولین کاری که میکنید در تلفنتون بگید که چقدر کمک میکنید. این پیشنهادی بود از طرف کاوه، بسیار مناسبه. به جای اینکه ما برنامه همیاری گذاشتیم، شما میایین مسائل تاریخی رو مطرح میکنید، اصلا همیاری از بین میره و در 15 روز دیگه اون وقت ما نیستیم. اصلا هی بشینید زنگ بزنید راجع به خدا و پیغمبر هم گفتگو بکنید، دیگه وجود نداریم اون وقت. در نتیجه امیدوارم کسانی که تلفن میکنن پیش از اینکه وارد هر گونه بحث و گفتگویی بشن بگن چقدر کمک میکنن. این برای ما خیلی مهمه. روی هم رفته الان میریم سراغ بازگشایی تازینامه. این بخش از تازینامه یک بحث بسیار خسته کننده ای راجع به طلاق و مسائل، حالا چرا طلاق و زناشویی رو اینقدر براش اهمیت قائل شده؟ برای اینکه نون و خورد و خوراک مردم براش مهم نبوده، قوانین سازنده اجتماعی براش مهم نبوده، فقط اگه طلاق دادین چیکار بکنید، که بخش بسیار طولانی است که اینجا میشه مثلا والذین یتوفون منکم و یزرون ازواجن، اونایی که میمیرن از شما و رها میکنن زنانی رو پشت سرشون، وصیت لازواجهم، وصیت کنن برای این همسرانشون، متاعا الی الحول غیر اخراج، یه چیزی بهشون بدن، متاعا الی الحول، یه کمکی به اینها بشه، غیر اخراج یعنی از خانواده طرد نشن. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، حتی اگرم خراج شد بیرون کردن اون زنها رو بعد گناهی هم نیست، فی ما فعلنا فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم، این الله صاحب عزت و حکمت. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، برای کسایی هم که طلاق میدن این متاعی بهشون بدید، چیز که دستشون بذارید که کار خیری کرده باشید در حقشون، این حق بر پرهیزکاران که این کار رو بکنن. چیزهایی که به راستی خیلی پیش پا افتاده است در یک قانونی که یک کشوری که قانون مدنی داشته باشه و قوانین به درستی حکم فرما باشه، اصلا اینا مشکلی رو حل نمیکنه، چیزی نیست. ناگهان از اینجا میاد میپره این بند تقریباً 343 بود و 44 که از سوره مادگاو، از بخشنامه سیاسی مادگاو، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، آیا ندیدی کسانی که الم تر، آیا ندیدی الی الذین خرجوا، اونهایی رو که خارج شدن، من دیارهم، از مکان و محل زندگیشون، و هم الوفون، و هزاران نفر بودن، حذر الی الموت، و به سوی مرگ فرستادیمشون، فقال لهم، یعنی اینها از مرگ میترسیدن، حذر الی الموت، فقال لهم الله موتو، ناگهان الله به اینا گفت بمیرید، این جمله است، ببینید، فقال لهم الله موتو، موتو یعنی بمیرید، دست جمع موت یعنی بمیر، موتو یعنی بمیرید همه تون. اونها خرج من دیاره هم و هم الوفون حذر الموت، اونها کسانی بودن تعداد بیشماری که زیادی که حذر الموت، از مرگ میترسیدن، نمیخواستن بمیرن. فقال لهم الله موتو، ناگهان الله گفت که بمیرید و مردن. ثم احیاهم، دوباره زندهشون کرد، سپس احیاهم، سپس زندهشون کرد، ثم احیاهم، دوباره زندهشون کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، این الله صاحب فضل و برتریه به مردم، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کجای این الله صاحب فضل و برتریه؟ یعنی الله یه سری رو خلق کرده واسه موش و گربه بازی کردن باشون، یه عده‌ای به خاطر حذر الموت، از بیم مرگ میریزن از خونه هاشون بیرون و فلان این حرفا، ناگهان الله میگه بمیرید و میمیرانه اونا رو. خب
دوباره زندهشون میکنه. این کارا و این حرفا و این چیزایی که هرگز اتفاق نیفتاده و نمیفته، این چرندیات چیه؟ بعد اون وقت میگن که ما وقتی میایم این کتاب رو بازگشایی میکنیم، یا وقتی راجع به تاریخ ننگینه، یکی از ننگینترین دوره های زندگی مردممون حرف میزنیم، میگن که فلانی اهانت میکنه. آقا اصل این قضیه اهانته، چی رو یه عده از بیم جونشون خارج شدن، بعد ما هم الوف، الوف یعنی هزاران، حذر الموت یعنی از بیم، از وحشت مرگ، اینا از وحشت مرگ خارج شدن، ولی آقا فقال لهم الله موتو، الله گفت بمیریم، مردن دیگه، ثم احیاهم، دوباره زندهشون کرد. اینا چیه؟ به چه درد زندگی آدمی میخوره این آخه؟ بعد نگید که ما اهانت میکنیم، این اصلا اهانت به فرهنگ بشریه که بشر اینقدر احمق باشه که این چرندیات رو به جای کلام آفریننده بگذاره. بله، بعدم میگه ان الله لذو فضل، لذو فضل علی الناس، این الله صاحب فضل بر مردم، یعنی فضیلت داره بر مردم، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم شکر نمی کنن. فضیلت چی؟ کجاش؟ برای چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ و وقتی بلا فاصله در بند بعدش میگه و قاتلوا فی سبیل الله، بکشید در راه این الله، یه الله دیوانه ای رو آورده در بند پیش معرفی میکنه که یه عده‌ای الم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، ندیدی که هزاران نفر از مراکز خودشون از بیم مرگ خارج میشن، ناگهان الله فقال لهم الله موتوا، ناگهان الله گفت بمیرید، مردن، ثم احیاهم، این کجا اتفاق افتاده؟ این چیه این چرندیات ها؟ این چیه؟ دوباره الله ثم احیاهم زنده کرد اونها رو، ان الله لذو فضل علی الناس، این الله در حقیقت صاحب فضل برتری و و فلان هست بر مردمان، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم سپاسگوی این قضیه نیستن. این صحنه کجاش در خور سپاسه؟ گوش بکنید چند بار با خودتون، شما که مخالف گفتای من هستی، شما که نمیخوای واقعیت ها رو گوش بدی، یه دفعه اینو گوش کن. آقا جون علم تره، ندیده ای الالذین خرجو من دیارهم، اونایی رو که از سرزمین خودشون خارج شدن، و هم و اونها الوفون حذر الموت، یعنی بیشمار بودن، از وحشت مرگ خارج شدن، نمیخواستن بمیرن. فقال لهم الله موتو، ناگهان الله به اینا میگه که موتو، بمیرید، و میمیرن. ثم احیاهم، دوباره اینا رو زنده میکنه. ان الله لذو فضل علی الناس، این الله فضل و برتری داره به مردم، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، فضل شما نشون بدید. اصلا این چه مرضی داره که یه عده‌ای که نمیخوان بمیرن بمیرونه، دوباره زندهشون کنه؟ و این رویداد کجا بوده و چرا هرگز اتفاق نمیفته؟ چرا فقط باید در خیال مردم این رو جا بدن به دروغ؟ بلا فاصله اون وقت میاد کجا؟ ببینین مخالفینه حرفی که من میزنم، و قاتلوا فی سبیل الله، یعنی اونجا مردم میترسیدن، چون از ترس اومدن الله کشتشون، پس بیاد خودتون وقتی میگیم در راه الله با جنگ بکنید، بیان جلو کشته بشید، ناراحت نشید، اون الله همونه که اگه شما ناراحت بشید از کشته شدن میاد میگوشدتون. و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، بجنگید در راه الله، بکشید و کشت. قاتلو دو معنا داره، یعنی تنها فقط جنگیدن نیست، کسی که میره جنگ فقط برای اینکه بره جنگ خودنمایی بکنه یا برخصه نیست، میره که یا کشته بشه یا بکشه. پس